دولت کوزوو اعلام کرده شهروندان افغانستانی که درخواست پناهندگی دارند از سوی ماموران امنیتی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سلام دوستای عزیز، به بخش دیگر از اطلاعات کشورها در چینل آی پلاس خوش آمدید. به دلیل تحولات اخیر پیش آمده در کشورمان، رئیس جمهور کوزوو از درخواست آمریکا برای اسکان موقت افغانستانی ها در کوزوو استقبال کرد. پناهندگان تا زمان صدور ویزا در کشور کوزوو اسکان موقت خواهند داشت. به همین دلیل ما اطلاعاتی در مورد کشور تازه تأسیس کوزوو به دست آوردیم. اگر برای اولین بار است که این ویدیو را میبینید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیو جدید ما با خبر شوید و خوشحال میشوم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. کوزوو کشوری در شبه جزیره بالکان می باشد. پایتخت این کشور شهر پریشتینا با 630 هزار نفر جمعیت است. این شهر به عنوان مرکز فعالیت های اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور کوزوو به شمار می آید. مساحت کوزوو 10888 کیلومتر مربع است و جمعیت آن 2,127,000 نفر تخمین زده می شود. بیشتر اقوام این جمهوری را آلبانی تبارها تشکیل می دهند، ولی 8% سر و اقوام های دیگر هم در این کشور زندگی می کنند. کشور کوزوو از نظر اقلیمی دارای آب و هوای قاره‌ای می باشد، به طوری که تابستان های نسبتاً گرم و زمستان های سرد و پربرفی دارد. جریان های هوای گرم و مرطوب مدیترانه‌ای و هوای سرد کوه های آلپ باعث ایجاد تنوع آب و هوایی در این منطقه شده است. این کشور کوچک به دریای آزاد راه ندارد و دور تا دور آن به وسیله رشته‌کوه‌های پوشیده از درختان جنگلی محصور شده است. در حقیقت کوزوو کشور بلند و مرتفع است. جمهوری کوزوو از غرب با آلبانیا و مونتنگرو، از شمال و شرق با سربیا و از جنوب با مقدونیا همسایه است. بیش از 95% مردم کوزوو پیرو اسلام هستند و بقیه عیسایی می باشند. در سالهای اخیر به دلیل ممنوع شدن حجاب در مدارس، این کشور چندین بار شاهد تظاهرات اعتراضی از سوی مسلمانان بوده است. نمایندگان پارلمانی کوزوو با طرح تدریس دین در مدارس و لغو ممنوعیت پوشش حجاب در کلاس‌های درس مخالفت کرده و اعتراض‌های بخشی از جامعه مسلمان را به همراه داشته است. دولت میگوید این نوع فعالیت‌ها ممکن است باعث اختلافات مذهبی و قومی در این کشور شود. حکومت کشور کوزوو جمهوری پارلمانی است و رئیس جمهور فرد ارشد این کشور می باشد. کشور کوزوو از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است، ولی به دلیل جنگ های زیاد در این کشور تاکنون درآمد بالایی از این منابع طبیعی نداشته است. در 17 فوریه سال 2008 میلادی، علی‌رغم اعلام مخالفت شدید کشورهای سربیا، روسیه و چاینا، این کشور استقلالش را از سربیا به دست آورد. تا سال 2017 110 کشور جهان کوزوو را به رسمیت شناختند و این کشور از آن به بعد به عضویت نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درآمده است. کشور کوزوو پس از اعلام استقلال یک جانبه نام خود را از اقلیم کوزوو به جمهوری کوزوو تغییر داد. کوزوو یکی از جوانترین کشورهای قاره اروپا به شمار می رود.